خانم و آقایون، درود بر شما. با خلاصه ای از خبرهای آوا تودی در خدمت شما هستم. این سومین هواپیمای حامل سلاح و نیروی قدس سپاه پاسداران از فرودگاه مهرآباد به دمشق است. تصاویر مربوط به تونل‌های محل تست ساخت 5 کلاهک هسته‌ای برای موشک شهاب 3 که ناموفق مانده است. عملیات پرهزینه و بی‌نتیجه‌ای که باعث شد به زودی اجماعی جهانی علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد. منصور غلامی وزیر علوم میگوید تحریم‌های اروپا علیه دانشگاه صنعتی شریف و بهشتی همچنان ادامه دارد. تجمع خانواده اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشگر هفت‌تپه مقابل دادگستری شوش خواستار آزادی وی شدند. گازپروم بانک روسیه حساب‌های شرکت ملی نفت ونزوئلا را مسدود کرد. همزمان با تهدیدهای سپاه، 6 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در مرز ایران کشته شدند. عادل جبیر با تاکید بر اینکه رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است گفت اتهام زنی تازه رژیم ایران به عربستان برای منحرف کردن توجه ها است. افزایش ائتلاف کشورهای منطقه بر علیه جمهوری اسلامی، عارف علوی رئیس جمهور پاکستان نشان پاکستان را به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعطا کرد. صف متراکم تقاضا در مقابل صرافی‌های بانکی. پخش گوشت نظری شهید صدام حسین در فلسطین توسط حماس. این عکس را برای جواد ظریف بزرگترین دروغگوی تاریخ وزارت خارجه ایران بفرستید که میگوید افتخار میکند به حمایت نظام از فلسطین، حمایتی که میلیاردها دلار از جیب مردم ایران را خالی کرده است. تجمع اعتراضی جمعی از شرکت کنندگان آزمون وکالت در مقابل مجلس. آنها خواستار افزایش ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 97 شدند. اعتراف به وحشت مقامات نظام و حراس خامنه ای از نشست ورشو به عنوان زمین ساز سقوط جمهوری اسلامی. تجمع مال باختگان سکه سامن. سکه سامن کلیه مجوزهای دولتی را از طریق سپاه پاسداران اخذ کرده بود و مورد تایید تمام خبرگزاری ها و نیز بانک مرکزی بود. اکنون 6 ماه است که 4000 خانواده مالباخته می کوشند حق خود را پس بگیرند.